سلام وقتتون بخیر باشه ما کریمی هستم و اینجا چکاده با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم با یک آموزش که خیلی درخواست شد متد سرعتی حل روبیک 5 در 5 به روش ریداکشن خب لازمه این آموزش اینه که حتما روش مبتدی رو باید بلد باشین و بعد این سراغ روش حرفه‌ای همون روش ریدکشن یادتون uh, داره قبل اینکه امتراق آموزش صفحه ای اینستاگرام رو حتما فالو داشته باشین اونجا میتونین هم سوالاتتون رو بپرسین و خواهشن سوالاتی که میپرسین در مورد مکعب و اینجور چیزا نباشه اون سوالا رو تو پرسش پاسخ ها جواب دارم بهتون میدم اگه سوال در مورد ام... مثلا مشکلی توی حل و روش و رو حل و مرحله ای داشتین اونجا میتونین سوالاتتون بپرسین در خدمتتون هستم و حواجد. در تماسیم خب روش ریاکشن برای پنج در پنج کلا روبیک های بزرگ دیگه اینجوری نیستش که این سه درس یک سری حالت باشه حفظ کنیم و حل کنیم خلاقیت یعنی شما مثل کراس که میگم باید خلاقیت براش به خرج مثل اینجا هم باید خلاقیت به خرج کلیات متد ریاکشن رو حالا سعی کنم به ساده ترین نحو ممکن میگم حالا یه جاهایی شو یه تغییرات ریس هم خودم دادم برای اینکه راحت تر بچه ها یاد بگیرن اما کلیات یکیه و با همین روش دی میتونین شما رکوردتون رو کاهش بدین خب سعی کنین روش توی 55 هستش توی روش دی واسه سنترها یا مرکزها ما دیگه نباید دونه دونه اول پلاس بسازیم باید خط بسازیم برای اینکه خط بسازیم من خب یه مثال حل میکنیم کلا برای مرکز ها با هم سریعترین خط رو با مهره وسط میشه ساخت پس اولین کاری که میکنین همیشه یه خط با مهره وسط بسیدن یکی اینجا داریم یکی هم اینجا این خط رو ساختیم حالا میخوایم خط بعدی رو بسازیم اینو میدم کنار اینو میارم بالا میچسبونمشون به هم اینم خط شد اینو میدم کنار خط دوم میسازیم میریم برای خط سوم بچه خط ساختن فقط خلاقیت کاری نداره ها خب الان این دوتا تا چسبیده به هم اینم هم اینجاست خب اینو این وریش میکنم این دوتا رو میچسبونم به هم خط سوم درست شد میدمش پایین سه تا, تا خط درست شد حالا میریم سراغ بعدی بچا جدا از خط ساختن توی متد پنجاه ریداکشن واسه سنترها یک گزینه بلاک دو در دو داریم مثلا نگاه کنین شما اینجا رو ما الان یه دوتایی اینجا داریم یه دوتایی اینجا یه دوتایی اینجا چیکار میکنم اینا رو میذارم کنارش یعنی اینا رو خط میذارم وقت این حالت ممکنه خیلی وقتا پیش بیاد این دو تایی ار دبلیو ار دبلیو میذارم این دو تا درست شد میدمش کنار جای اینم کنار اینا خالیه جای اینم کنار اینا خالیه ال بریم یو بریم ال در واقع دو تا خط با هم میسازم به این اصطلاح هم میگن بلاک دو در رو ساختن تو 5 در 5 حالا یه خط مونده فقط دیگه این خط میارم اینجا این دو تا رو هم اینجا میچسبونم بهش حالا این خط باید بره کنار این هم باید بره بالا RWU تو RW این درست شد خب میریم ادامه کارمون الان مثلا اینجا شما بچه نها کنین یه دو دردو داریم راسته گفتیم سنتر ها یا مرکز ها رو یا دو در دو بسازید یا خط بسازید اگه دو در دو داشت خب دو درو ساختن بهتره خب ببین یه دو در دو اینجا داریم یه دو در اینجا داریم و یه جوری بیاد بالا اینا به هم بخوره یعنی بیاد کنار هم ولی الان چون نعیمت اینو میارم پایین میارم کنار میارم بالا دو در رو که ساختم میدم کنار حالا حالا میرم ادامهش بعد از دو در رو یه خط بسازیم خط رو میسازم میدم پایین میرم سراغ مرکز بالایش. خب مرکز بالایش دو در دو نداره پس میرم سراغ خط ساختن یه خط این... نیم خط اینجا میدمش کنار یه نیم خط اینجا حالا اینجا نها کنین گفتم دیگه سنترای مرکز 5 در پنج رو سنتری ها مرکز 5 پنج, پنج رو با خلاقیت شما باید درست کنید هی سعی کنید چندتا تا مهره رو با هم بچسبونید به هم دیگه تا سریعتر حل شه خب الان اینو میتونم جدا بیارم پایین ولی میتونم بیارم بالا اینا بچسبم به هم بیارم کنار بعد اینو با هم بیارم پایین حالا دو تا خط دو تا خطا رو میدیم کنار که رو آر خالی باشه میریم بالا اینا اینجاست حالا این دو تا دوتا این دو تا رو به هم بچسبونیم میتونیم اینو ببریم بالا اینو بیاریم کنار اینو بیاریم پایین بچسه به هم حالا اینو از اینجا میخوایم انتقال بدیم اینجا هم میشه اوورد پایین داد کنار و حل کرد هم میشه نه از اینجا R2 U2 R2 زد میریم بالا میریم دو تا مرکز آخر خب بچه اگه بلاک دو در رو داشتیم که با دو در رو حل میکنیم ولی الان بلاک دو در دو نداریم پس چیکار میکنیم؟ خط میکنیم یه دو د... آها حالا اینجا امکان بلاک کردن دو در رو داریم چون یه دو در رو... یه دو تایی داریم اینجا یه دو تایی داریم اینا رو میارم بالا میچسبونمشون به هم میدم کنار برمیگردم بالا حالا یه دو تایی دیگه داریم بچا میدیمش کنار خب جاش اینجاست دیگه میاریم پایین میخوابونیم میبریمش بالا خب حالا اینو بعد بنازیم اینجا میارم بالا بهش اسو بهش میره پایین و میمونه آخری آخری هم میارم بالا سرش و فرمولشو میزنم این مرکزهای پ... مرکز های پنج در پنج پس برای مرکز های پنج در پنج کاری که شما باید بکنین یا باید خط سازی بکنین یا بلوک دو در سازی پنج در پنج مرکز هاش فرمول نداره و همش خلاقیت خودتونه هم. خب تو گام بعدی بچه ها میخواییم اچ ها رو درست بکنیم یا لبه ها برای لبه ها ما یاد اومد باشه که فقط میتونیم حرکات اینجوری انجام بدیم آر و آر فریم نداریم ولی آر و اینا وقتی میزنیم باید برگردونیم خب چیکار میکنم یا آقا یه سفید و سبز اینجا دارم یه سفید و سبز اینجا دارم یه دونه اینجا اینو میذارم پشت این اینو میذارم پشت این جوری که وقتی میاد پشتش میچسپونن به همین میچسپه به هم میچسبونیش به, می به هم اشکالی نداره بچه این مرکزه به هم ریخته مرکزه چون به صورت افقی به هم ریخته اشکالی نداره باید حواسمون باشه مثلا این افقی این عمودی نشه افقی اشکال نداره خب یه سفید سبز دیگه میخوام اینجاست اینو اگه اینجوری بندازم غلطه چون نمیچسبه بهش پس اینو حواستون باید باشه جوری بندازین که اینوری بیاد بعد یادتون باشه بچه اگه اینجا بود نمیتونین آر پرین بدین چون اگه آر بدین این مرکز خراب میشه و اینجوری به هم میریزه پس یو آر یو پرین آر تو میدم حالا میچسبونمشون به هم دیگه به محض اینکه ستاش به هم چسبید میارم این سمت راست خودم میگم خب حالا اینجا نباید مهره درست شده باشه چون درست نیست یه آر یو آر میزنم میره بالا اینجا نمیخواد دیگه مرکز رو درست کنیم چون مرکزها به صورت افقی درست شدن یعنی ما اگه مرکز رو یه دونه اینجوری بچرخونیم درست میشه ولی نمیخواد نیازی نیست میریم ادامه مرکز ها سفید قرمز سفید قرمز اینو فیلیپ میکنم میچسبونم بهش یه سفید قرمز دیگه میخوام کجاست این زیره این زیره اگر اینجوری مستقیم بیاریم بالا نمیشه چون این خراب میشه عمودی شدن خراب شدنشه خب میتونیم چیکار کنیم میتونیم بیاریم به سطح بالا و از اینجا حلش کنیم میتونیم از همون برام اینوری میکنیم حلش میکنیم حالا اینجوری راحت ترم یه یو میزنیم یو که زدیم بلاک شد خب میاریم سمت راست خود و میگیم اینجا خالیه بله اگه اینجا پر بود مهره درست خالی میکنیم آر یو آر پریم دو تا درست شد دو تا دیگه جا داره هنوز خب میریم سراغ بعدی مثلا اینجا چیه چی خوبه سفید نارنجی یه بلاک فیلیپ میکنم میچسبونمشون می به هم دیگه حالا این اینجاست این اینجاست از اینجا میخوام بندازم این جلو اگه این وری بندازیم میاد روبروی روی هم پس غلطه پس اینو این وری میچسبونم حالا میارم اینجا حالا اینجا خالیه آر یو آر میزنم حالا دیگه مهره خوب چی داریم سفید آ، زر و سبز داریم یه دونه اینجا داریم جوری میاریم که اینا خراب نشه میشست به هم یه زر و سبز هم اینجا داریم فیلیپش میکنیم میشست به هم خب حالا این تا باید اینجا خالی باشه آر یارت بوده قطعا این چهار تا مهره بالا درست شده چون چهار تا درست شده چهار تا درست رو میذاریم کف دستمون می کف دستمون حالا که درست شده میریم چارت های بعدی دقت کنیم مرکز ها حتی تو این حالتم هم بچرخونمشون درست میشن حالا بس نیازی نیست بچرخونین فقط قبط دقت کنیم از حالت افقی در نیاد خب الان اینجا چی داریم مهره خوب خب سفید آبی رو درست میکنم اول الان چارت هم باید بالا درست کنیم اینو باید بنازیم پشتش جوری که هم رنگ نباشن میچسبونیم به هم خالی آریو و رو رو زرد و نارنجی میچسبونم به هم زر و نارنجی میچست یعنی بچه ها دقت کنین بازم باید جوری بیاد که بچستن من هم اینو بیارم این ور برعکس میرن رو هم پس باید جوری بیارمشون این پایین که بچستن ده هم دیگه حالا اینجا پره یه یو پریم میزنم آر یو آر پریم میره بالا خب اینو سراغ مهره بعدی اینو درست میکنم حالا این دوتا این فیلیپ باید بشه فرمول فیلیپ رو میزنیم که بعد قبلا بلد بودیم میچسبه به هم اینجا خالیه حالا چه رنگی داریم دوباره سبز و قرمز اینو میچسبونیم فیلیپش میکنیم اینو میچسبونیم اینجا خالیه حالا این دوتا رو میچسبونیم آ نه چهار تای بالا پر شد چهار تای بالا پر چارتای چهار پایین هم پر شد چهار, پر شد. چهار تا که پر شد حالا مرکز رو صاف میکنید. مرکز رو که صاف میکنین یک دو سه چهار تا پایین درست یک دو سه 4 تا بالا درست مرکز رو که صاف میکنین بچه یادتون باشه میریم سراغ چارت آخر تو چارت آخر حرکت آر و L و F و اینا نداریم فقط آر 2 و L2 و UW و اینا داریم خب اینجا بچه چند تا تکنیک داریم اگه بخوایم بهش دقت بکنیم یه موقع هایی هست یه همچین حالتی میاد دو تا H کنار همه یه اج وسط اینوره اگر این حالت پیش اومد این حال چند حالتی فرمول داره یاد بدم این حالت اگر که دوتا اینجا بود یکی اینجا بود اینو این, این دوتا رو میگیرین جلوتون خب میگیرین این زیروز میخوام میگیرین این زیر این جلوتون باشه یعنی اینه مسلط جلو میگیرین ام پیریم یو ام بزنین میچسبه به هم الان زرد و قرمز اینجاست اینم اینجاست خب اینو بچه گفتم اینجوری باید بیاریم جلو با ال تو که اینا بالا و پایین خراب شد اگه الوینا بزنیم بچه ها اینا نداریم و حرکات یه دونه ای تو تا آخر نداریم چون اینا خراب میشه الان خب اینو میارم اینجا خب همون حالتی یه افتاد قرمز 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 شرطشون هم یک که یه رنگ باشن ام پیریم ام میریم رو ادامش میریم رو ادامش خب الان این باید بره اینجا به دیگه خب چون این درستن اینو فیلیپ میکنیم میاریم بالا فیلیپش میکنیم میاریمش بالا حالا این میخواد بیاد اینجا دی میزنیم عین مقتدی میچسبن به هم دیگه و من دوباره چیزش کنم اینجا رو چارت های آخر با هم بریزم خورده بیشتر خب دوباره این چارت های آخر چارت های پایین درست چارت های بالا درست چارت های آخر موند. خب چارت های آخر یه زردآبی اینجا دارم یه زرد هم اینجا دارم اینو باید بیارم اول کنار این چجوری باید بیارم با آر تو باید بیارم نمیتونم جور دیگه با آر تو میارم خب وقتی دو تا درسته باید اینو فیلیپ کنمش باید هم رنگش کنم هم رنگش می‌کنم. این میخواد بره اینجا پس یو دبلیو میدم اینو فیلیپ میکنم میره سر جاش خب حالا این مونده و این این باید بره اینجا یه دی دبلیو یه فیلیپ برمیگردونم حالا مونده این بره اینجا چیکار میکنم اینو فیلیپ میکنم بره بالا اینو مبتدی حلش میکنیم خب اه خب توی مبتدی یادتونه که میگفتیم اگر یه اج اینجوری بمونه فیلیپ باشه باید فرمول ارور ارور چار 4 در چار رو بزنیم روش دیگه همون فرمول ارور پاریسی چار در 4 اگه یه دونه باشه میتونین این کار بکنین اگه دوتا باشه مسلما یه دونه باید این ور بزنین یه دونه این ور بزنین اما کس شاگرده من تاها میرابی کس بکنم ده سالش یا تقریبا دو سه هفته پیش یه تکنیکی برای این خودش درست کرده بود به من یاد داد من گفتم تو این آموزش هم یادت میدم یاد میدم بچا هم اسمشو میارم که درست کرده این متد این تکنیکو اگر دو تا دو تا اج آخر مونده بود دو تا اج آخر مونده بود و جفتشون فیلیپ بوده. یعنی این این فیلیپ اینم این فیلیپ برای اینکه ارور نزنیم یه دونه روبرو رو وسطو رو رو به, به این ور میدیم یه فرمول فیلیپ میزنیم R U R پریم F R P, F P, R اینو میگردونیم و دوتاش همزمان درست میشه این یه تکنیک خیلی جذابه حالا من خودم چون زیاد دیکیوب دوماله میکنم نه بودم ولی خب خیلی جذاب دوتا میفته میتونین این کار رو بکنین تا مشکلتون حل شه دیگه نمیخواد یه ارور پایتین و یه ارور این بزنین میگیرین جلوتون یه دونه ام میدین یه فیلیپ میزنین میگردونیم خب ادامهش هم که دیگه سه درسه دیگه باید این روش فردریش بزنید خب فردریش هم بعد چکنه این سرعتی این روبیک هایت بگیرن قطعا بلدن دیگه لازمه یه روبیکای بزرگ سرعتیشون بلدنان سرعتی سه درسه هستش و این هم از سرعتی 5 در امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین با دوستانتون به اشتراک بذارین و سایر آموزش رو هم حتما در آپارات من ببینین موفق باشین صفحه اینستاگرام هم حتما فالو کنید خدا نگه دارد.